امروز در تهران و خیلی دیگه از شهرها یه عاشورای دیگه آفریده شد به همت هموطنانمون که به دنبال آزادی هستن. از شما میخوام به احترام آیت الله منتظری و همچنین دوستانی که از دست دادیم که تا به حال حداقل شهید شدن 5 تن از این دوستان تایید شده، 1 دقیقه بیستیم و هر کس به سنت خودش ادای احترام کنه. بسیاری از ما دوران اختلاف آیت الله خمینی و آیت الله منتظری را درک نکردیم و در این سالها که به ما در مدارس و دانشگاه‌های نظام جمهوری اسلامی درس می‌خواندیم، بارها و بارها در رسانه‌های رسمی دیدیم و شنیدیم که او را شیخ ساده لوح خطاب می‌کردند و از هیچ اهانتی به او دریغ نمی‌نمودند. اما حال که به سن رشد و آگاهی رسیده‌ایم و واقعیت‌های ماجراها را درست‌تر درک می‌نماییم، این ساده لوح بودن را بران جنایات و دروغ‌ها و خیانت‌ها ترجیح می‌دهیم و این سادگی آیت الله منتظری را نشانه ای از سلامت و صداقت او می‌دانیم. نسل ما در مدارس و دانشگاه‌های این نظام اتفاقاً آنچه دیکته شده بود را به درستی فرا نگرفت. این نظام به ما یاد می‌داد دروغ بگوییم، تزویر کنیم، قدرت طلب باشیم، کار جمعی نکنیم، عوام زده باشیم و خرافی بیاندیشیم. تبعیض را در زمینه‌های گوناگون تقدیس کنیم، اما چون جملگی همه این رذایل اخلاقی برخلاف فطرت و باورهای ملی و دینی ما بود، ما آنها را به عمد نیاموختیم و به همین دلیل با جنبش سبز در مقابل این نظام قرار گرفتیم و آیت الله منتظری را به عنوان حامی معنوی و پشتیبانی اخلاقی و سیاسی این جنبش برگزیدیم. منتظری عزیز، بیشک تو از معدود روحانیونی بودی که با رفتارت به ما درس اخلاق و روش زندگی انسانی دادی، نه با ادعا و سخنرانی و وعظ و خطابه های پوچ و پرتمطراق. آقایون تا چیز میشه دانم که زد برایت فقیر، زد برایت فقیر، خدا بابا تو بیاماز برایت فقیر و فقیر خدا ما گفتیم، ما علم کردیم، ما کتاب توش نوشتیم، حالا ما شدیم زد برایت فقیر. چار تو بیت چه که اصلا وقتی که ما بودیم و توی کار میکردیم و اصلا همون نطفش هم منعقد نشده بود، حالا راه میفته زد برایت فقیر، خجالت بکشیم. این چه جوریست؟ ولایت فقیه مثل ولایت امیر المؤمن نظارت بر کشور داشته باشه، نظارت بر احزاب داشته باشه، نظارت بر دولت داشته باشه، اما نه که دخالت کنه. دو جمهوری اسلامی دولت باید مستقل باشه. در مورد زندگی خود نوشتن، من در خانه کوچکی در نجف آباد اصفهان در سال 1301 به دنیا آمدم. پدرم کشاورز بود و از نظر مالی وضعش خیلی بد بود. وی در حالی که مشغول کشاورزیش بود در جلسات درس مرحوم حاج شیخ احمد شرکت می‌کرد. من در ابتدا مقداری پیش پدرم درس خواندم و به مکتب‌های سابق هم حدود 4-5 ماهی رفتم. بعد من را فرستادن اصفهان. آن زمان من 12 سال بیشتر نداشتم. در اصفهان 2 هفته یک بار می رفتم نجف آباد، یک بخچه نان و یک مقدار ماست و سنجد و گردو می آوردم و با آن 2 هفته ای را می گذراندم. ما 2 قران شهریه داشتیم و ما بقیه همان نان و ماست از نجف آباد بود که آورده بودیم. کسانی که در زندگی من تأثیر بسیار داشتند در درجه اول پدرم بود و بعد حاج شیخ محمد نجف آبادی با آن ساده زیستی و ارتباط و علاقه ای که با مردم داشت. من نامه مرحوم امامو که داد خوندم، تاریخ هم نداشت ظاهرم نامه. من خیلی ناراحت شدم و اینجا اسد هادی داماد امام اینجا بود، گفت خب حالا امام چیزی نوشتن، شما رو حرف ایشون صلاح نیست چیزی بگید. من گفتم آخه چطور صلاح نیست؟ یه آدمی که 2-3 سال زندان بهش دادم، حالا هست بالاخره قاضی تشخیص داده 2-3 سال زندان بهش دادم، حالا اینو ما فوری بیاریم بگم تو سر موضعی میگه بیاریم بدن تقریه دانش کنیم. آخه این مسابقه هیچ میزانی جور نیست.
بالاخره آسد حالی داماد ما اصرار داشت که شما چه نمیخواد بگی رو حرف ما. این که بعد نسبت دادم که ایشون سبب شده این دروغه. ایشون رفتن خونه شون رو ظهر شد. من نماز ظهر و عصر رو خوندم یه نهار مختصر رو. هر چه فکر کردم دیدم خلاصه این انقلاب رو ما هم درش سهیم بودیم. و حالا به اسم انقلاب یه کارهای خلافی بشه بالاخره گناه کردن امام هم. من بالاخره نامه نوشتم به مرحوم امام و یه رو نوشتم به شورای قضایی و به آسد حاضی داماد اون تلفون کرد که من نامه نوشتم دادم بردم ته گفته بنا نبود چیزی برسه. گفتم نه من وظیفه هم. خب این کار از نظر حرفه‌ای و فیلمبرداری کار حرفه‌ای نبود و کار ضعیفی بود چون در واقع امکانی نداشت که فیلمبرداری حرفه‌ای صورت بگیره و با تمام تنگناهایی که در داخل بود به صورت بسیار ابتدایی و غیر حرفه‌ای صورت گرفت. تاریخ گفتگو مال یک سال و نیم پیشه، یعنی تابستان سال 87 که عرض کردم. قبلش یک گپ و شوخی مختصری ما با ایشون داشتیم و ایشون فهمید من از پاریس اومدم، خیلی اظهار لطف کرد. قبلا البته من دو مصاحبه دیگه هم با آیت الله منتظری کرده بودم و ایشون از خاطراتش اومدن به پاریس گفت و اینکه همونطور که در خاطرات ذکر شد موقعی که ایشون پاریس اومده بوده با یکی دو تا از مبارزین دیگه پاریس رو حسابی گشته و شانزلیزه رو گشته و از خاطراتش از اینکه میگفت رفتیم موزه لوور، موزه لوور رو میگفت من کامل دیدم و خیلی از پاریس گشتن و کار توریستیش در این حال که برای دیدار با آیت الله خمینی اومده بودن خاطرات خوبی داشت و چند کلمه‌ای بونژور و اینا یادش بود و دوست داشت یک چند کلمه‌ای هم شوخی کنه به فرانسوی، چند واژه‌ای بگه. یک خانم همکار من هم روزنامه‌نگار اونم بود، اون از جای دیگه اومده بود، انگلیسی زبان بود، با اون یه خود چند کلمه تعارفات انگلیسی رو گفت و بسیار خوب. ایشون چند باری که من خدمتشون رسیدم به روزنامه نگارها و ژورنالیستا بسیار علاقمند بود و خیلی با روی فراخ و بسیار خوش برخورد بود با روزنامه نگار، به دلیل اینکه خب من قم میرفتم و با علمای زیادی سعی میکردم مصاحبه کنم، گفتگو کنم برای برنامه‌های رادیوییم. غالبا مراجع تقلید و روحانیون خیلی روی خوشی به روزنامه نگار جماعت ندارن، ولی ایشون برعکس بقیه بسیار خوش برخورد بود و همیشه خود ایشون دفترش و به ویژه پسرای ایشون علاقمند بودن به روزنامه‌نگارای داخلی و خارجی، یک تقسیم بندی رو نداشتن که هیچ رسانه‌ای رو جدا بکنن. اولین خصیصه ویژه آیت الله منتظری ساده زیستی و بی تکلف بودن و خودمانی بود. همین فیلمی که الان نشون دادن و مصاحبه کوتاهی که از اون نشون دادن بیان و گواهی این مطلبه و بنابراین نیازی من نمیبینم که بیشتر در مورد این مسئله به توضیح بپردازم. مسئله دومی که مسئله ویژه صفات ویژه دومی که ایشون برخوردار بود این بود که در تمام طول عمر تا حتی لحظات فوت از تحقیق و کنکاش باز نایستاد و اگر نسبت به مسئله ای متوجه می شد که این مسئله حقیقتی در بر داره با توجه به خصوصیات خودش اون رو می پذیرفت و از اعلان اون هم ابایی نداشت. اخلاقی بود و درد مردم رو با تمام وجود احساس می کرد. به همین علت وقتی خیلی عظیمی از جوانان کشور به زندانها گسیل داده شدند و در معرض کشت و کشتار قرار گرفتند تنها پناهگاه زندانیان و خانواده هایشون آقای منتظری بود. برای اینجا دو تا خاطره براتون میگم. نماینده آیت الله منتظری که اونا که زندانی دوران سالهای 60 تا 66 بودن همه نماینده آقای منتظری رو میدونن، نماینده اصلیشون آقایی بود به نام انصاری که ایشون برای من در زندان قزلحصار تعریف کرد. آقای جعفری یک روزی آقای منتظری به احمد خمینی تلفن کرد، گفت به پدرت بگو باید بین من و لاجورد یکی رو انتخاب کنه، من دیگه تحمل ندارم. و به همین علت آقای لاجوردی رو از دادستانی انقلاب اسلامی مرکز برداشتم.
این مراسم توسط جمعی از دوستان آیت الله منتظری برگزار شده بود و هیچ گرایش سیاسی رو دنبال نمی‌کرد. آن سفر کرده که سب قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خدا نگهدار.